سلام. جهان در گذر از جاده پرپیچ و خم رخدادها، خاورمیانه چهارراهی پرتنش در مسیر، ایران جاده با رفت آمدها، تصادمات و برخوردهای بسیار، تیک تاک و نقد و بررسی مسیرها، جاده‌ها، چهارراه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. برنامه‌های امروز: کنفرانس ایران، استمرار جنایت علیه بشریت، وظایف سیاسی و اخلاقی اروپا. 37 پارلمانتر و شخصیت سیاسی اروپا سخنرانی می‌کنند. بررسی اهمیت و پیامدها در گفتگو با آقای فرید ماهوچی. درگذشت استاد شجریان و آه مردم که به سرعت تبدیل به خشم و عصیان شد. فریادهای مرگ بر دیکتاتور و سراسیمگی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم. بررسی در گفتگوی سیاسی. موتورهای اتمی این بار در خدمت سفر به فضا. 51 سال پس از فرود آپولو 11 بر سطح ماه، آیا این بار همسایه زمین میزبان موشکی با سوخت اتمی خواهد بود؟ سفر به سیارات دیگر، دورنمای این موشک‌های اتمی. بررسی این موضوع و موضوعات دیگر در بخش رسانه‌های جهان. ایران از کشورهای رده اول جهان در ثروت و سرمایه، اما پارادوکسی دردآور: 80% مردم این سرزمین زیر خط فقر، 19 میلیون آنها حاشیه نشین و میلیون‌ها جوان این سرزمین بیکار و فقیر. نگاهی به یک نمونه: حاشیه نشینی مردم بوم هند. جهان و شتاب تحولات، ایران بستر تغییرات و دگرگونی ها. تیک تاک و ذره‌بین بر روی تحولات، تغییرات، دگرگونی ها. خبر درگذشت استاد شجریان نه تنها با آه مردم ایران همراه بود، بلکه این آه به سرعت تبدیل به عصیان شد. مردمی که در برابر بیمارستان جمع تجمع کرده بودند، رو به رژیم هنرکش و ضد ایرانی آخوندی، خشمشون رو در شعار مرگ بر دیکتاتور فریاد کردند. رژیم هراسان آخوندی هم از روز جمعه تا لحظه خاکسپاری استاد شجریان از هیچ اقدام سرکوبگرانه‌ای دریغ نکرد. اما آیا خامنه‌ای میتونه هنر و هنرمند اصیل ایرانی و خشم فروخورده مردم ایران رو بکشه و نابود بکنه؟ گزارشی کوتاه و قضاوت با شما. استبداد در ذات در جامعه منفوره، به هر شکلی که میخواد باشه. موسیقی من زبان حال مردمم بوده. اگه استبداد در مقابل مردم باشه، خب قابل کاملن، یا هم او در مقابل من، هم من در مقابل من قرار گرفتن. استاد آواز ایران شجریان چهره در خاک کشید. شجریان با ابداع روش‌های جدید موسیقی اصیل ایرانی را متحول کرد و جان تازه‌ای به آن بخشید. شجریان نمی‌خواست وارد سیاست شود، اما جنایات رژیم را نتوانست تحمل کند. رژیم هنرکش ولایت فقیه شجریان را تحمل نکرد و همواره او را زیر فشار قرار داد. با تایید خبر درگذشت او، مردم در مقابل بیمارستان جمع تجمع کردند. بلافاصله این تجمع با شعارهای ضد رژیم مردم تبدیل به اعتراض علیه حاکمیت شد. ناله مرغ سحر به فریاد تبدیل شد و خواستار واژگونی نظام بیداد شد. آیا خامنه ای می تواند هنر و هنرمند اصیل ایرانی را بکشد و نابود کند؟ روز چهارشنبه 16 مهر ماه، کنفرانس آنلاین ایران، استمرار جنایت علیه بشریت، وظایف سیاسی و اخلاقی اروپا، با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی و سخنرانی 37 پارلمانتر و شخصیت سیاسی اروپا در پارلمان اروپا برگزار شد. این کنفرانس در محافل سیاسی و مطبوعاتی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای بررسی اهمیت، تأثیرات و پیامدهای این کنفرانس، آقای فرید ماهوچی همراه ما هستند. سلام میکنم به شما و سوالم این هستش که اگه ممکنه در مورد اهمیت این کنفرانس برای ما بفرمایید و کم و کیفش به چه صورتی بود. بله، سلام خدمت شما و خدمت همیهنان عزیز، با تشکر از این فرصتی که به من دادید. در رابطه با کنفرانس، همونطور که تو خود اخبار سیما بود و خودتونم الان اشاره کردید، 37 پارلمانتر فعلی پارلمان اروپا به اضافه شخصیت‌های برجسته اروپایی شامل وزرای سابق توی این کنفرانس شرکت کرده بودند و سخنرانی کردند. توی مثلا طیف نماینده‌هایی که شرکت کرده بودند، تقریباً از تمامی کشورهای اروپایی، از اروپای
کشورهای اروپای شرقی تا کشورهای اروپای غربی همگی حضور داشتند. این به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ طیف سیاسی هم از تمامی گروه‌های سیاسی و از تمامی احزاب سیاسی به اصطلاح کشورهای اروپایی تو این کنفرانس شرکت کردن و سخنرانی کردن. اهمیت این کنفرانس هم در این بود که همون روز صبح جوزف بورل مسئول سیاست خارجی به اصطلاح اتحادیه اروپا تو پارلمان اروپا سخنرانی داشت که توی اون سخنرانی به اصطلاح سیاست رسمی اتحادیه اروپا که سیاست استمالت و حمایت از برجامه حول اون سخنرانی شد. بله. حالا این پارلمانترها که در این کنفرانس شرکت کردن که از طیف‌های مختلف بودن، اولا این سیاست استمالت و به اصطلاح برجام رو زیر علامت سوال بردن و از طرف دیگه حمایت خودشون رو از مقاومت ایران و مردم ایران اعلام کردن که این یک شکاف جدی توی سیاست اروپا هست. درسته. این شما الان تو انتهای صحبتتون به یک شکاف جدی در سیاست اروپا به اصطلاح اشاره کردید. اگه ممکنه در مورد این توضیح بدید، منظورتون چی که یک شکاف سیاسیه و مواضع این پارلمانترهایی که در جلسه صحبت کردن چگونه بود؟ بله. ببینید، همینطور که گفتم سیاست رسمی اتحادیه اروپا حمایت از برجام، یعنی سیاست استمالت و حمایت از برجام. سخنرانانی که اومدن به اصطلاح صحبت کردن توی این جلسه درست برخلاف این سیاست رسمی موضع گرفتن. اولا گفتن که برجام هیچ مسئله ای از مردم ایران حل نکرده، نه مسئله اقتصادی حل کرده، نه مسئله کاهش سرکوب ها رو حل کرده، برابر هیچ مسئله از مردم ایران حل نکرده. مهمتر از اون اومدن گفتن اون چیزی که تحولات سیاسی در ایران رو رقم میزنه مردم ایرانه، به طور مشخص به قیام های به اصطلاح اخیر چند ساله اخیر ایران اشاره کردن، به خصوص آبان به اصطلاح 98 که طی اون 1500 نفر از مردم توسط رژیم به اصطلاح کشته شدن، به قتل رسیدن، به این اشاره کردن و گفتن در نتیجه این رژیم مشروعیت نداره و مسیری رو رفته که برگشت ناپذیره و مردم ایران این رژیم رو نمیخوان، این رژیم نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو. این یک شکاف جدیه تو این سیاست استعمار. از طرف دیگه تأکید کردن که مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و به طور مشخص به اصطلاح طرح 10 ماده خانم رجوی به عنوان طرح اصلیه که اونا ازش حمایت میکنن. ببینید، ما وقتی راجع به شکاف صحبت میکنیم، خب اختلاف نظر توی این کشورها چیز عجیب غریبی نیست، بالاخره پارلمانترها با هم دیگه اختلاف نظر دارن. بله. ولی وقتی میبینیم که این تعداد پارلمانتر از طیف‌های سیاسی مختلف سر یک موضوع مشخص سیاست خارجی که قاعدتا نباید خیلی با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشن چون منافع ملیشون رو به اصطلاح تأمین میکنه، این یک موضوع جدیه و یک به اصطلاح تناقضیه که توی این سیاست اروپا ایجاد شده. درسته. حالا در مورد همین تناقض، چرا این تناقض اصلا هست؟ مثلا از یک طرف رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل از برجام حمایت میکنه و این تعداد پارلمانتر مخالف اون هستن، این تناقض چرا هست؟ ببینید، سیاست استمالت، سیاست خب اروپا و آمریکا سیاست غالب سیاست استمالت بود، یعنی جوزف بورل نمایندگی میکنه این سیاست رو، سیاست استمالت رو، و این چیز جدیدی نیست. حالا سیاست استمالت چیه؟ یعنی سیاست استمالت در حقیقت سیاستیه که ناشی از این نیستش که مثلا فرض کنین کشورهای اروپایی یا آمریکا به مدت زیادی که این سیاست رو دنبال میکرد خیلی از این رژیم خوششون میاد. ببینین، رژیم برای حفظ بقا خودش و برای اینکه به اصطلاح یک حمایت بین المللی کسب بکنه، اومده اموال مردم، آب و خاک ایران رو به تاراج داده و میلیاردها دلار خرج این قضیه کرده و پول ریخته توی این کشورها که بتونه این سیاست رو پیش ببره. یعنی سیاست استمالت که این کشورهای اروپایی یا مثلا فرض کنید آمریکا با مدت زیادی پیش می‌برد، سیاستی که مفت و مجانی به دست نیامده، میلیاردها دلار از اموال مردم ایران تو جیب اینها می‌رفت و به همین دلیل هم هستش که اینها اینقدر دنبال سیاست استمالت بودن و یک دست هم بودن. حالا اون تناقضی که میگیم ایجاد شد، چی شد که این سیاست استمالت امروز شده یک سیاست شکست خورده و این شکاف ایجاد شده و این تناقض ایجاد شده؟ این هیچ چیز نبوده به غیر از به اصطلاح مقاومت و خونفشانی مردم ایران و مقاومت ایران به مدت 40 سال. ببینید، دو نوع جنگ بوده، جنگ سیاسی بوده در سطح بین‌المللی. یکیش رو رژیم پیش برده از طریق به تاراج دادن اموال مردم ایران
که بتونه این سیاست استمالت رو در سطح بین المللی پیش ببره. از طرف دیگه یک سیاست و یک دیپلماسی رو مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین پیش بردن. سیاست از پایین با افشا کردن جنایت‌های رژیم، با افشا کردن پروژه‌های اتمی رژیم و کار از پایین و از مردم حمایت‌هایی رو جلب کردن که رسیده به پارلمانترهای کشورهای مختلف. چون ببینید فقط هم بحث اروپا نیست. اگه یادتون باشه تو اخبارم بود 28 شهریور تو آمریکا هم بود. توی آمریکا هم 9 تا از ارشدترین سناتورهای آمریکایی و 22 تا از نمایندگان کنگره دوباره کنفرانسی بود. توی اون کنفرانس هم درست خلاف سیاست استمالت اومدن بر علیه رژیم موضع‌گیری کردن. حرف در یک کلام یک چیز بیشتر نبود. این رژیم مشروعیت نداره. این رژیم مردم ایران رو نمایندگی نمی‌کنه. مجاهدین و شورای ملی مقاومت هستن که به اصطلاح مردم ایران رو نمایندگی می‌کنن. و این که این سیاست به این نقطه رسیده، همینطور که توضیح دادم، ناشی از 40 سال مبارزات مردم ایرانه. قبلش هم اشاره کردیم مثلا در رابطه با سخنرانان پارلمانترهای اروپایی گفتن که اون چیزی که نقطه عطف بود قیام‌ها بود، قیام به طور خاص قیام سال 98. الان می‌بینیم که ببینین کاری که مقاومت ایران کرده، کاری که مردم ایران کردن این بوده که به طور واقعی رژیم با به تاراج دادن اموال مردم ایران با این سیاست استمالت، دورانی بود که به قول معروف این سیاست سازان استعمارگر توی اتاقهای دربسته می اومدن سرنوشت مردم ایران رو تعیین تکلیف می کردن. مقاومت ایران با دیپلماسی که پیش برده، با مقاومتی که طی این 40 سال پیش برده، کاری کرده که بگه نه، سرنوشت مردم ایران تو اتاقهای دربسته تعیین تکلیف نمیشه، سرنوشت مردم ایران رو مردم ایران تعیین میکنن. این رو قیام سال 98 نشون داد، قیامهای مردم ایران نشون داد و اثبات کرد و فعالیتهای روزانه کانونهای شورشی، کانونهای قهرمان شورشی این رو نشون میده و این هست و این فعالیتها هست که این سیاست استمالت رو تبدیل کرده به یک سیاست شکست خورده. بله. خیلی متشکرم از حضورتون در استودیو و توضیحاتی که برای ما دادیم. برنامه شما بینندگان عزیز ادامه میدیم. اکثریت مردم از فشارهای زندگی، گرانی، بیکاری ناراحت و نگران هستند و اگر نظام بر سر مسائلی نظیر موسیقی سنگ پیش پای هنرمندان بگذارد، بر خشم جامعه افسوده می شود و آنگاه نباید انتظار داشته باشد مردم و جامعه در آرامش به سر برند، زیرا از ناآرامی ها دودی برخواهد خواست که بر چشمان همه نظام خواهد رفت. این چیزی که خوندم بخشی از مقاله درج شده در روزنامه حکومتی همدلی هست، مقاله‌ای که نسبت به قیام در تقدیر همونطور که دیدین هشدار میده و البته این روزها این گونه مقالات در روزنامه رژیم فراوون منتشر میشه. مسعود پیرنیا الان همراه ما هست برای بررسی روزنامه حکومتی 19 مهر ماه. مسعود سلام میکنم به تو و گزارشتو میبینیم. سلام به شما و سلام و درود به همه بینندگان و هم‌میهنان عزیز در هر کجا که هستید. روزنامه حکومتی شنبه 19 مهر ماه ناگزیر بیشترین حجم مطالب خودشونو به درگذشت استاد شجریان اختصاص دادن. البته طبعا خیر از کیهان خامنه‌ای که اومده با یه خبر کوتاه و چند کلمه خیلی معمولی، اونم تو صفحه چندم روزنامه، در واقع بیز و کینه رژیم آخوندی رو اینجوری نشون داد. کنار این موضوع ابراز نگرانی از پیامد تحریم‌های جدید و جنگ گرگا تو رأس نظام مشخصا بین روحانی و قالیباف دیده میشه. همینطور اخبار مربوط به کرونا و اعترافای حول اون توی روزنامه هر دو بانده حاکم به چشم میخواد. تو مطالب مربوط به درگذشت استاد شجریان توی روزنامه های باند مغرب هشدار نسبت به خشم مردمی و اعزام به ترس رژیم از تجمع مردمی دیده میشه. مثلا روزنامه همدلی توی مطلب نوشته اکثریت مردم از فشارهای زندگی، گرانی، بیکاری و غیره و غیره ناراحت و نگران هستند و اگر نظام جمهوری اسلامی بر سر مسائلی نظیر موسیقی سنگ پیش پای هنرمندان بگذارد، بر خشم جامعه افسوده می شود و با بی تدبیری بر جمع مخالفان می افزاید. با آنگاه نباید انتظار داشته باشد
مردم و جامعه در آرامش به سر برند. زیرا از ناآرامی دودی برخواهد خواست که چشمهای همگان را آزار خواهد داد. روزنامه جهان صنعت هم تو مطلبی به قلم محمد صادقی عضو سابق مجلس رژیم نوشته صرفاً برای ادای احترام به این استاد نامی از دور مقابل بیمارستان جمع حاضر شدم. ولی متاسفانه پلیس و نیروهای ویژه خیابان‌های منتهی به بیمارستان را به شدت کنترل می‌کردند و موتورهای یگان ویژه به سمت جمعیت حمله ور شدند. چنین صحنه‌هایی را دوربین‌ها ثبت و به دنیا مخابره می‌کنند. این کار باعث سوژه دادن به مخالفان به منظور تبلیغات منفی می‌شود. ولی متأسفانه این بی‌تدبیری‌ها در رخدادهای این چنینی تکرار می‌شود. نویسنده مقاله در ادامه با اشاره به خیلی مقامات و مزدور حکومتی که برای به اصطلاح مصادره استاد شجریان تو تسلیت گفتن و تعریف از استاد شجریان از هم سبقت میگیرن نوشته در کشور ما هم بی سابقه نیست. بعضن چهره هایی که در زمان حیات انسان های بزرگ و صاحب نام هستند و باعث رنجش آنها شده و محدودیت هایی را بر آنها تحمیل میکنند و پس از درگذشت آنها اشاره میکنه به همین طیف موضوع حکومتی سعی میکنند با موج افکار عمومی همراهی کرده و موج سواری کنند. درباره آقای شجریان بحث خس و خاشاک و واکنش که ایشان نشان داد و خود را صدای این خس و خاشاک دانست معروف است. آنهایی که مردم را خس و خاشاک نامیدند حالا سعی به مصادره به مطلوب و همراهی با مردم میکنن. بله اشاره به کیهان خامنه‌ای کردی مسعود. سایر روزنامه‌ها در مقابل سیاست‌های نظام در سانسور استاد شجریان چه واکنشی داشتن؟ خب تو همین روزنامه‌های باند مغلوب که تلاش واسه مصادره شخصیت استاد شجریان دارن با اشاره به گوشه از سانسورهای رژیم به شکست و بنبست سیاست سانسور رژیم هم اذعان کردن. نمونا زیادن، من الان دو نمونا رو واسه تون میخونم. روزنامه آرمان نوشته آنچه این جایگاه را برای شجریان رقم زده رفتار او و موضع‌گیری او در قبال حوادث و جریانات سال 88 بود. هر قدر که آن موضع‌گیری و آن رفتار مسائلی برای وی به همراه آورد به گونه که عملا آواز او از صدا و سیما پخش نشد و به اشکال مختلف او را به حاشیه برد، اما از سوی دیگر محبوبیت او و جایگاهش در افکار عمومی افزایش یافت. بنابراین جا دارد این سوال را از خودمان بپرسیم که اگر شجریان با همین آواز، با همین هنر، با همین موسیقی موضع‌گیری نکرده بود، آیا امروز شاهد این ماتم، شاهد این تجلیل، شاهد این بزرگداشت برای او می شدیم؟ روزنامه مستقل هم نوشته صدا و سیمایی که با پول مردم اداره می شود او را به علت همراهی با مردم در انتخابات 88 بایکوت کرد. ننگ حزب شجریان از آنتن صدا و سیما اقدام ناپخته‌ای بود که تا ابد بر پیشانی گردانندگان ساختمان شیشه جام جم خواهد ماند. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروزمون به روزنامه رژیم. خیلی ممنون از این که با ما همراهی کردید.